توی بازار تاریخی کرمان رو ملاحظه میکنید که بازار تاریخی کرمان با طول راست بازار سرپوشیدش که نزدیک به 850 متره یکی از طولانی ترین راست بازارهای ایرانه، با یه قسمت دیگه ای که البته دیگه سرپوشیده نیست و در امتداد این بازار قریب به 1 کیلومتر ما راست بازار مستقیم داریم که البته انشعاباتی هم داره که این انشعابات مجموعه ها و کاروانسراها و احیانا بازارهای دیگه قرار گرفتند. بازار کرمان در ابتدای شکلگیری یک بازار شمال جنوبی بوده. توی این قسمت شمال جنوبی که هنوز آثار یک قسمتهایش رو ما مثل بازار قلعه محمود، بازار قلعه و در امتداد اون بازار عزیز رو داریم، مال زمانی بوده که مربوط می‌شده به ابتدای شکل‌گیری شهر کرمان و زمانی که ارتباط بین سیستان و خراسان مهم بوده. بعد از اون توی دوره‌ای که یزد و اصفهان مقر حکومتی شدن، راست بازار کرمان تقریبا تغییر شکل داد و به شکل شرقی غربی قرار گرفت و یکی از مهمترین مجموعه هایی هم که توی بازار کرمان قرار داره مجموعه گنجعلی خانه، مشتمل بر کاروانسرا، مسجد، زرابخانه، حمام و آبنبار که توی اسناد تاریخی یه سری چیزهای جالبی راجع به کاروانسرا و احیانا چیزهای دیگه ذکر شده. راجع به کاروانسرا به طور دقیق ذکر شده این بنا که شرفات ایوانش با طبقات سماوات لاف مساوات میزند را نساختیم جز مأمنی باشد برای سیاحان دیار بوقلمون. از دیرزمانی پیش از دوره صفویه فکر بر این بوده که اینجا به عنوان یک مجموعه خدمات گردشگری باشه. توی کنه موضوع این مجموعه هم که فکر میکنیم جدا از کاروانسرا، حمام و زرابخونه که شاید به تعبیر امروزی بتونیم بهش بگیم صرافی و آبنبار و مسجد رو داشتیم که یک مجموعه کامل خدمات گردشگری بوده. از مجموعه های دیگه که توی بازار کرمان ما میتونیم به اونها برسیم و مشاهدهشون کنیم، مجموعه ابراهیم خان و مجموعه وکیل رو میتونیم نام ببریم. تعداد زیادی کاروانسرای در اون شهری هم توی بازار کرمان قرار گرفته که به ترتیب از میدان ارگ که وارد بازار کرمان بشیم ما میتونیم توی راسته اصلی بازار کاروانسرای چهارسو یه دسترسی به کاروانسرای گنجعلی خان، کاروانسرای سردار، کاروانسرای گلشن، کاروانسرای وکیل رو داشته باشیم که توی انشعابات جانبی بازار کاروانسرای دیگه هم هست که دیدنی هستن مال دورهای مختلف تاریخی. این بهتره والا. اون بهتره؟ بله. اگر زیره بهتر از اینم خواسته باشه، زیره خبر بافت کرمان هم داریم آجا. یعنی این اومال کجاست؟ بینه کرمان چندین کو دار که زیره میده. یکی منطقه جیرفت کرمانه، ماهان جوپار کرمان هسته، بم کرمان به اضافه قسمت بافت کرمان که بهترین زیره خب، کرمان. خب فعلا سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ عرض ادب دارم. این نریزه جنابالی آقای من کوچیک شما کارنما هست. آقای کارنما چند ساله به این کار مشغولی؟ من از بچگی وارد شورش داشت در اصل بابام بودیم. یعنی پدر جدی شغل به شما همین عطاری. بله بسیار عالی. شما درس این کار هم خوندی؟ نه درسش تحصیل نکردم، من در رشته دیگه ای بودم. چه رشته ای؟ من فوق دیپلم مکانیک هستم. مکانیک هستیم و مکانیک با این شغل جور در نه. خب اون زیره مال کجاست؟ اون منطقه جیرفت کرمانه، مال منطقه ماهان جوپار کرمانه، مال منطقه بم کرمانه. اینی که خدمتتون دادیم منطقه خبر بافت کرمانه که بهترین زیره کرمانو میده. این زیره خبره. بله. بسیار عالی. اینا چه فرقی با هم دیگه داره؟ زیره... مثلا ببینید شما گفتی این از اون بهتره. بله. درسته؟ بله. بعد بهترینش مال منطقه خبره. بله. چون نریزه. ببینید بهترین زیره که مال منطقه خبره بافت هست به خاطر آب هوایی با اون منطقه.
منطقه است. چون بارون خوبی میخوره زیرش هم با کیفیت و بهتر میشه. اجازه است؟ بفرما. زیره برای چی خوبه؟ زیر طبعش در اصل گرمه، برای نفخ معده، برای معده خیلی خوبه که مثل چای دم میکنن میخورن. برای لاغری آسیاب میکنن، میریزن رو آب سرد میخورن. از لحاظ غذایی هم رو برنج، ماست، پنیر داخل خورش و داخل نون هم میپاشن. زیره سبز چه فرق با زیره سیاه؟ زیره سبز در کرمان دو رقمه، یکی زیره سبز کاشتنیه، مثل گندم میکارن، بهش میگن کراویه، به این شکسته. کراویه مشهدی ها طور خراسان بهش میگن کراویه، اکثرا میگن زیره سبز. یه رقم زیره سبز هسته که خودرویه، وحشیه، به این شکلی. آه این تیره تر از اون رنگش. بله. اون وقت استفادهشون چجوریه اینا؟ زیره سبز داخل ادویجات میزنن. آها. کارخونه میبرن برای عرقگیری زیره که از این داخل ادویجات مثل ادویه خورش، ادویه مرمایی اینا استفاده میشه. بعضی هم آسیاب میکنن داخل نون و یه چیزا میپاشن. ولی زیره سیاه مثل یه ذره طعمش تندتره. زیره سیاه کلا وحشیه، کوهیه، دمکار و کاشتنی نیست. چون خود روی کیفیتش هم فرق میکنه. کیفیتش بهتره. بسیار عالی. خواهش میکنم. خب حالا بالاخره اومدن داخل مغازه ما شیرین کام باشه قربان. ببینم میگن قوتو کرمان. آها من اصلا دنبال این قوتو اومدم. خواهش میکنم. قوتو کرمان هم در 5 مدل مختلف هسته. الان تو خیلی از کشورهای پیشرفته و حتی در همین ایران جاهایی که از این باشگاه‌های بدنسازی و بادی بیلدینگ و اینها درست میکنن، هزار جور مواد شیمیایی میدن که عضلات بیاره، بدن قوی بشه، نمیدونم فلان. در کرمان صد تا ساله که این قوی کردن بدن با یه پودری انجام میشه که اسمش رو گذاشتن قوتو، یعنی بدن رو قوی میکنه. ببینم این قوتو رو های کارنما. خیلی شما این چه چیزایی توشه که بدن رو قوی میکنه؟ قاوت که من یا همون قاوت از 40-17 قلم جنس تشکیل میشه. یکیش قهوه هست، کنجد هست، شادونه هست، گشنیز هست، کنجد با پوست هست، فلفل سیاه می‌ریزیم، تخم قلفه می‌ریزیم، تخم کاهو می‌ریزیم، خشخاش می‌ریزیم، هل باد می‌ریزیم، هل رسمی یا همون هل سبز. خب این که میشه انرژی هسته‌ای که تقریبا و همه دلی بهش میگن قاوت، یعنی قوت داره. من شنیدم شست و قاوت هم از همینجا اومده که یعنی قوت داره برای بدن. قاوت یعنی قوت داره. من شنیدم که 61 نوع یا 63 نوع چیز تو این میریزن، حتی مثلا پودر تخمه آفتاب گردون. بله، از جو تخمه آفتاب گردون 17 قلم جنس در اصل. 17 تا. اونی که شما شنیدن کرمان بهش میگن دوا تاسو، که از بیشتر موادی تشکیل میشه. دوای تاسو یا گداخته بهش میگن. او با قوتو فرق میکنه. قوتو در اصل 17 قلم جنس گیاهیه. دوباره بگین چی هست؟ از قهوه، سیادونه، تخم قلفه، تخم گشنیز، عرض بزرگ شما، روپاس، موردونه، هل باد، هل رسمی، جدوا، خشخاش، کنجد، الاخر. جدوا چیه؟ جدوا یه نوع ریشه درختی از چین وارد ایران، از هند وارد ایران میشه. به این میگن جدوا. یعنی در از جد همه دوا هست، برای هر نوع بیماری عالیه. این در کرمان آسیاب میکنن با هل باد یا هل سیاه. این دوتا رو با هم آسیاب میکنن، میریزن رو چایی یا مثل چیز قهوه دم میدن، میخورن. خیلی مقوی و موثر. خب نخورن. چی میخوام؟ قره‌قلوت یا همون تلف. تلف میگی؟ کرمانی ها میگن تلف، تهران جا دیگه میگن قره‌قلوت. قره‌قلوت رو به چه مزه آش درست میکنن؟ ما همینجا خالی میخورن، خانوما خیلی دوست دارن داخل آش و شوری و اینا. شما چرا نداری؟ ما تمام کردیم، از صبح تا حالا همه فروختیم. خب اینا رو توضیح میدیم برای ما چه چیزاییه؟ چرا برای تو توضیح بدم قربان؟ اینا رو که برگ زرد و اینا رو که میشناسن. قهوه هست خاص کرمانه.
خاص کرمان یکی زیره هست. یکی ادویجات کرمان معروفه که داخل ادویه خورش درست میکنیم، ادویه مرغ ماهی درست میکنیم، ادویه پلو. ادویه مرغ ماهی چی داره توش؟ ادویه مرغ ماهی کرمان که درست میکنیم، یکی زیره سیاه میزنیم، یکی زیره سبز کوهی میزنیم، یکی دارچین میزنیم، مارچوبه هسته، از شما شو گل سرخ هسته. ادویه پلو چه چیزایی توش داره؟ اون دیگه دسته قلعه جنس ها که داخل ادویه مرمایی میریزیم نمیریزیم، مثل مارچوب و این چیزا. دیگه چی دارین که خاصه اینجا باشه؟ کرمانی که قابوتش معروفه، یکی زیره خیلی معروفی داره در عطاری، یکی روشو حمام یا سفیداب حمام داریم، یکی سفیداب نقره داریم که فقط مخصوص کرمان هسته که خانما میبرن برای آرایش صورت، لکه جوی صورت از بین میبره. و از لازم مثلمون که کرمان معروفه، لوازم و ظروف مسگری، بازار مسگری اون سمت راستون هسته و پته کرمان. پته کرمان هم که معروفه، پسته که معروف خاص عام هسته. دست شما درد نکنه، خواهش میکنم. بفرمایید، خبر شما رو دارم. قربان شما، ممنون. این هله چی بود؟ این هله باد یا هله سیاه، از هند وارد ایران میشه. هله سیاه، بفرمایید. خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، قدمتو برچش.
سفر در کرمان سفر در تاریخ، فرهنگ و طبیعت است. طبیعتی عجیب، گوناگون و گاه متضاد. داری بید مشکی شدم یه عشقی جونم جا خواب میشه و یکیشم نخودی شد جون من دوال لاکی دو جا خواب شدم داچینی دو جا خواب دوتاشم رن بچه سشکی پیش بره ستان نخودی شدم آدوشتم یکی داری قهوهی شدم دوتا یش میشد پشتم داری یکی چهرهی جا خواب پشتش کناری سورمه ای جا خواه شدم قوه داری سشکی پیش رب شدم ستا داری میگم نو خودی شد جونم آخرش چینی داری دول یشکی جا خواه شدم یکیشم داری یشمی میشه سشکی قوه ستا چینی یه جا خواه سورمه ای داری دار چینی یه جا خواه دواره او یکیشم سنجتی شدم چی دوش پیش بر یه جا خوشه آمونم یشکی داری سرمه ی پیش رفای رخ ساره یکی نو خودی شد جونم دو باش که چینی جا خواه شدم دوتا یش می شد یه باش تلاکی داری شیشتا شدم او یکیشم بید مشکی شد پشتن دار چینی میگم هفتا تا جا خواه چین دیتش یا نه پشت که قهوه ی جا خواه شدم پشتم یکی دار چینی شدم گفتم یش لاکی شیشتا یکی بید مشکی شد گفتم سورمه یش کی پیش نه یکی نخودی دوش کی چینی جا خواد تا یشمی یش لاکی شیشت مه بشیشت نمیره یکیشم بید مشکی پشتم هفتا دار چینی شد پشت که قهوه ی جونم جا خواب میشه دوباره پشتش که دار چینی شد دوباره تا قهوه پش اومده تا چین شد میگم ترمه ی شد قهوه رخصا یش که پش اومد شد او یکیشم ترمه ی شد این فرشی هست که 90 سال قبل از این بافته شده و تمام رنگش گیاهیه و پشم اصیل خود کرمان. شما توجه بفرمایید این رنگ از زمانی که رنگ شده تا این زمان هر روز روز به روز رنگش بالاتر اومده، پر رنگتر شده، هیچ تغییری در رنگ کم رنگتر نشده، مرده نشده، این همه در اثر این هست که با رنگ گیاهی رنگ شده. اگر این رنگ با رنگ شیمیایی رنگ شده بود الان دیگه اصلا قالیش هم پودر شده بود، نبود، اصلا وجود نداشت. رنگایی که در این فرش به کار رفته، رنگ لاکیش قرمزدونه است، رنگ آبیش نیله، رنگ سبزش رنگای ترکیبی هست با نیل و اسپرک و حنا و پوست انار و پوست گردو اینا ترکیب شده، رنگای قهوه‌ای با پوست گردو درست شده، رنگای دارچینیش با روناست و پوست گردو درست شده، رنگای خاکی پررنگش با روناس و پوست گردو به عمل اومده، قرمزای کمرنگش با قرمزدونه به عمل اومده،
سبزای پررنگش با اسپرک و نیل به وجود اومده و رنگای بیدمشکی با پوست انار و پوست گردو به وجود اومده، رنگ طلاییش با حنا و اسپرک به وجود اومده، رنگ سرمه‌ای با نیل به وجود اومده. تمام رنگایی که توی فرش درست شده همه با گیاهانی هست که در مملکت وجود داره. اینجا اولین موزه زرتشتیان ایران در مکان آتشکده کرمان دایر شده. آتشکده‌ای که مسئولش زرتشتیان کرمان هستند. زرتشتیانی که افتخار این رو داشتند که میراثدار هویت ایرانی باشند، ایران باستان. Thank you.
هر کدوم از این قسمت‌های فروهر نشون دهنده یکی از اون قوانینه. قوانینی که ایرانیان به اون اعتقاد داشتن. چهره پیر و سالخورده پیرمرد نشون دهنده استفاده از تجربه نیاکان و بر دانش خود افزودن به وسیله اندیشه و تجربه نیاکانه. دست راست فروهر رو به بالاست و نشون دهنده اینه که ما باید با دست‌های برافراشته نماز بخونیم. نیایش با دست‌های برافراشته رو به نور. حلقه دست چپ نشون دهنده عهد و پیمانه. از زمان میترائیسم آیین مهرپرستی شروع شده و الان در ازدواج حلقه دست چپ از همین گرفته شده. بال فروهر سه قسمت داره: اندیشه و گفتار و کردار نیک. یعنی ما با بالهای اندیشه و گفتار و کردار نیک پیش به جلو بریم، پرواز کنیم به سمت بالا و اوج و رسایی. دامن فروهر سه قسمت داره. قسمت پایینی فروهر نشوندنده اندیشه و گفتار و کردار بده. یعنی با زیر پا گذاشتن اندیشه و گفتار و کردار بد، با استفاده از اندیشه و گفتار و کردار نیک به بالا پرواز کنیم. حلقه میانی فروهر نشوندنده زمانه بی پایانه. ما هر کار در این جهان بکنیم به خودمون برمیگرده. راحتی وجدان و عذاب وجدان گرفتارمون میشه. برای همین باید بر اساس دانایی به دانش خودمون بیفزاییم و سودمند و سودرسان باشیم. دو رشته ای که از کنار فروهر آویزون هست و کنارش هست نشون دهنده اندیشه افزاینده و اندیشه کاهنده است. سپنتامینو و انگرامینو. بدی در جهان هستی به صورت مطلق وجود نداره. بدی یه چیز نسبیه. زایده اندیشه انسانه و اندیشه افزاینده و کاهنده رو به وجود میاره که ما باید بر اساس اندیشه افزاینده اندیشه کاهنده رو کنار بزنیم و به سمت جلو به حرکت داریم. همونطور که گفتم اینجا اولین موزه زرتشتیان ایرانه. وسایلی که تو این موزه قرار گرفته از خونه همکیشان کرمانی گرفته شده و برای همین نمیتونیم روش قدمت خاصی رو بذاریم. سال 1384 به همت سازمان میراث فرهنگی این بنا ساخته شد و همکنون میزبان عده زیادی از هممیهنان و افراد مختلفی که علاقمند به آشنایی با دین باستان خودشون هستند.
ایران جهانی در یک مرز، سال هاست که روی این عنوان کار میکنیم. معناش این هست که اکثر اون چیزهایی که در دنیا وجود داره، چه از نظر طبیعی، چه از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی، در این جهانی در یک مرز وجود داره، یعنی در کشور زیبای ما. همه گوشه کناراش زیباست، به خصوص اینجایی که الان ما داریم میریم به کرمان. الان در داخل کابین هواپیمای ایرباس هستیم. در حدود نیم ساعت پیش از تهران بلند شدیم. طول پرواز 1 ساعت و 5 دقیقه الی 1 ساعت و 10 دقیقه در نظر گرفته شده. حدود 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه در کرمان خواهیم نشست. من شما رو دعوت خواهم کرد برای دیدن یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای ایران، شاید بهتون بگم یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای دنیا. من خودم برای کار به کرمان چندین بار رفته بودم، فیلمبرداری کرده بودیم، ولی واقع بهتون بگم که به این نحوی که کرمان رو اخیراً شناختم نمیشناختم، و نتیجهش هم این شده که برای گذروندن یک تعطیلات چند روزه نوروزی به کرمان رفتم. الان حدود 8 ماه که در کرمان دارم کار میکنم برای همین مستندی که دارید میبینید، و تقریباً 4 یا 5 ماه دیگه هم باقی مونده. اینقدر کرمان از هر نظر متنوع و پرسوژه است. به عنوان مثال از نظر طبیعی من خدمتتون بگم، نقشه ایران اگر در نظر بگیرید، یه مربع در نظر بگیرید، ضلع بالایی، نیمی از ضلع بالایی و تمام ضلع سمت راستش رو اگر در نظر بگیرید، این میشه دشت و کبیر وسط ایران. منهای کوهای البرز که در بالاست، کوهای زاگرس که در غرب و جنوب غربی است، کبیرهای ایران اون ضلع مربع، ضلع بالایی و ضلع دست راستی. اون نیم ضلع بالایی دشت کبیر هست که تقریبا از زیر ورامین تهران شروع میشه، میره از طریق الرضا میگذره تا زیر خراسان جنوبی هم میره. اون قسمتی که ضلع سمت راست مربع است، اونجا کبیر لوته، لوت شمالی، لوت مرکزی و لوت جنوبی، که تقریبا از زیر خراسان جنوبی شروع میشه تا میره به سیستان و تا نزدیکی های بلوچستان. الان پروازی که ما کردیم تقریبا همش یا بخش اعظمش از روی کبیرها میاد و از روی دشت ها میاد، یعنی همونطوری که خلبان نمازی هم گفتم، باز هم برامون توضیح خواهند داد. ما از تهران پرواز کردیم، یه گردش کردیم، به قول خلبان ها اون فرمان گردش رو، آیلس رو که گرفتیم، آمدیم رو به جنوب از روی شهرهای ورامین و از روی، الان روی انارک هستیم، خواهیم رفت به روی یزد. حالا این چیزهای دقیق رو خلبان توضیح خواهد داد براتون، ولی همینقدر بهتون بگم که چرا کرمان جای عجیبیه. برای اینکه مرز بسیار باریکی بین بهشت و جهنمه، مرز بسیار باریکی بین کبیر لوط، کبیر مرگاور و سوزان لوط، و مثلا درب بهشت و ساردویی است. شما کرمان رو روی نقشه ایران که در نظر بگیرید، میبینید که یه جای روی نقشه سفیده، سمت شرق و شمال شرق و جنوب کرمان بلا فاصله دشت و کبیره. در سمت تقریبا جنوب شرقی کرمان جایی است به اسم سیرچ، که در اونجا یک کوهی است به اسم جفتان سیرچ که نزدیک به 4000 متر ارتفاع داره، یعنی دقیقا 3500 اندی متر ارتفاع داره. بلا فاصله بعد از اون شما میرسید به شهداد و کلوکا و کبیر. از کوهای سیرچ، از جفتان سیرچ که میاید پایین تر، میرسید به کوهای پلوار بالای 4000 متر. از اونجا میاید میرسید به کوهای، قبل از اینکه برسید به کوهای هزار، میرسید به رشته کوههایی که همه بالای 4000 متره، بعد میرسید به کوه هزار که بالای 4500 متره، یعنی در نزدیکی کبیر لوط یک ارتفاع 4000 متری، یک ارتفاع 4500 متری واقعا شگفت انگیزه. به همین دلیل هم هست که
بخشی از اونجا رو اسمشو گذاشتم ساردویه یا درب بهشت. واقعا هم درب بهشت شما موقعی که از اونجا عبور میکنید. در نتیجه چند کیلومتر آنسوتر فیلمی من ساختم که رفتیم به گندمبریان و گرمترین نقطه کره زمین رو ما در اونجا پیدا کردیم. اسمش بود یک گام تا دوزخ. یعنی واقعا چند کیلومتر آنسوتر یک گام تا دوزخه، چند کیلومتر این سوتر یک گام تا بهشته. حالا این طبیعت شگفت‌انگیز باعث به وجود آمدن تمدن و تاریخ شگفت‌انگیز شده. پیش از این همه فکر میکردن که تمدن تمام دنیا اول از بین النهرین شروع شده، ولی الان با حفاری‌هایی که دکتر مجیدزاده در جیرفت انجام داده در ساحل حلیل رود به دو موضوع بسیار بسیار مهم از نظر تاریخی و باستانشناسی پی برده. یکی این که 400 کیلومتر تمدن بوده در حلیل رود، دوم این که 500 سال تاریخ دنیا تکون می‌خوره اگر که نظریه دکتر مجیدزاده اثبات بشه. اگر نظریه دکتر مجیدزاده اثبات بشه، تمدنی که به تمام دنیا از بین النهرین رفته، این تمدن از جیرفت رفته، یعنی از کنار صندل رفته، یعنی از حلیل رود رفته. در نتیجه کرمان چه از نظر طبیعت و چه از نظر تاریخ بسیار شگفت انگیزه، و همین طبیعت شگفت انگیز و تاریخ شگفت انگیز باعث به وجود آمدن فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها، آداب و رسوم و بسیاری از فرهنگ هایی که در بین اقوام مختلف کرمان وجود داره به وجود آورده. در نتیجه ما به کرمان داریم میریم تا شما رو با یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای ایران و شاید با یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای دنیا آشنا بکنیم. کرمان.
استان کرمان استان ویژه‌ای است با غنای بسیار بالای تاریخی و فرهنگی. ما در خدمت آقای ایلانلو بودیم چند روز قبل، رفتیم کویر شهداد و کلوته‌ها. من با صحبتی که با ایشون داشتم و صحبتی که آقای ایلانلو کردن، گفتن این واقعا بی‌نظیره که آدم میاد از گرمترین نقطه دنیا که گندمبریان شهداده، برف‌های سیرچ رو تماشا میکنه، یعنی فاصله 40 کیلومتر شما میتونین از گرمترین نقطه دنیا برف ببینید روی کوههای برفی تو در طول 40 کیلومتر، و زیبایی که این کلوته‌ها و کویر داره، و شما از اون کویر گرم میایین باغ شازده که اکنون در خدمت شما هستیم، یکی از زیباترین باغات ایرانی با تراوت زیبا. و خوشحالم موقعی که شادی و نشاط این مردم رو میبینم، من هم خوشحال و با نشاط میشم. کی باشه که شما هم بیان اینجا ما میزبان شما بشیم در این باغ شازده در کویر. امروز در حوزه فرهنگی حلیل رود ما در منطقه جیرفت، ما به در کشفیات و آثار بسیار قابل ملاحظه‌ای رسیدیم که مخصوصاً از پروفسور مجیدزاده که مسئول کاوش‌های باستانشناسی منطقه است که خواستگاه تمدنی بشر نه در جنوب بین‌النهرین بلکه در جنوب شرق ایرانه، که امیدواریم شما رو زیارت بکنیم و ببینیم در حوزه تمدنی فرهنگی حلیل رود در جیرفت و در جنوب استان کرمان، میمند یکی از زیباترین روستاهای صخره‌ای دستکند در منطقه شهر بابک هست. درسته که امروز بم رو ما از دست دادیم در زلزله بم، ولی امروز بزرگترین کارگاه مرمتی جهان رو ما در بم داریم و شاید یکی از بزرگترین دانشگاه‌های مرمتی امروز دنیاست و یک دانشگاه است که از سراسر کشور میان و در جریان مسائل مرمتی و پیشرفت مسائل اینجا قرار می‌گیرن. ما ارگ راین رو داریم، یک اشل کوچیک از ارگ بم، که اگر استان ما اومدید و انشالله خواهید آمد در ارگ بم، که یک ارگ کوچیک است، یک اشل کوچیک است از ارگ بم، قطعا برای شما زیبا خواهد بود.